انجاز قرآن رو گذاشتند کنار. نه قرآن قابل فهم نیست، هر که ادعا کنه قابل فهمه غرق در جهله، قرآن کافی نیست. تو رو به خدا اینها اهانته، هی کاریکاتور کشیدن، حتی اون اهانته نه که اهانتیست، اونم یه بازیه. اما این کجا و اون کجا؟ این اهانت 1300 ساله 1200 ساله اثرش خطرناکتر و مخربتره یا اون؟ ببینید جامعه ما رو، جامعه ما رو نگاه کنید که چه افتضاحاتی مبتلا شده. آیا شهر نوای تهران زمان شاه به یه افتضاحات بود که الان هستش؟ خود رفسنجانی میگه که الان مشهد و قم با بانکوک قبل مواصل نیستن. این رسوایی ها چیه؟ به خاطر این اعتقاداته. و هر که هم میخواست اصلاح کنه میکشنش. نسکین آقا جری میگه که آقا ما مقلد نیستیم، ما بوزینه نیستیم تقلید کنیم. میگه اه بوزینه نیستیم، بیا زندان امین ما بوزینت میکنیم، خدا آزادش بکنه. و شما این استحمار و اراذل اوباش رو تماشا کنید که برای ازدواج، برای ازدواج اصلی اصلا چون این روایتی قائل نیستن. یک روایت برای ازدواج اصلی ندارن که کسی ازدواج بکنه با همسرش نزدیکی بکنه، بار اول سرس بدنش، بار دوم سرس بدنش، بار سوم. اما بار مطعه چی؟ چرا این هم تبلیغ بار مطعه؟ برای که اومدن در اصل اصول اندیشه نکنی رو ایران بکنن، باید با مردم صریح بود. بله، آیا هدف این شهوت پرستان در لباس بی دین و در زیر عبا و عمامه دین این نیست که شهوت ها رو کانالیزه بکنن؟ کدام مسیحی چون این حرفی زده؟ کدام یهودی چون این حرفی زده؟ کدام بیدین چون این حرفی زده که آها با زنا کردن شما میتونه به خدا نزدیک بشین؟ اسلام به اینا مبتلا شده. بله، معقوله دینی، یک دین الهی، یا حتی مکاتب بشری پیروانشون رو از همه این قیدبندها این چنین آزاد بکنن، مدارش با شهوت پرستی باشه، و بگه الهیات تموم شده را، چرا اسم آل بیت روش میذاری؟ چرا اسم اسلام روش میذاری؟ از اینجاست که شیخ احسان الهی که خدا رحمتش کنه ترورش کردن به خشم میاد، میگه که اینا دشمن اهل بیتن، اینا دشمن سرور اهل بیتن. بعدم به کتاباش نتونستن جواب بدن، رفتن ترورش کردن، به این دروغ هم اکتفا نکردن. میگن کسی که یک مطعه کنه از عذاب الهی در امانه، اگر دو مطعه کنه با نیکان و ابرار هش میشه، اگر سه مطعه انجام بده در جنت با پیامبر خواهد بود. و حتی اسما و نام های اهل بیتو که وسیله شهوت رانی خودشون قرار دادن، یکی ذکر میکنن، میگه هر کسی یک مطعه کنه به درجه حسن میرسه، دو مطعه کنه به درجه حسین میرسه، سه مطعه کنه به درجه علی میرسه، نعوذ بالله نقل کفر نیست، چهار مطعه کنه به درجه پیامبر میرسه. تفسیر منهج صادقین جلد 2 صفحه 493. آیا یک نفر مرجع اومده اینا رد بکنه؟ جرأت کرده؟ چرا؟ بلکه پول میگیرن، از مردم خمس میگیرن، نمیتونن حرف بزنن. ولی شریعتی هم متاسفانه نتونست این موضوع رو حل بکنه. نه اینکه نتونست حل بکنه، بلکه برعکس تاییدشون کرد. نه اینو نمیگم، میگه که وقتی میگه که آقا چون اینا از مردم پول میگیرن مستقلن، نه آقا این استقلال نیست، نتیجهش خیلی بهتره.